کتاب مقدس گواه بر مردان و زنانی هستش که هرگز نه تنها اجازه ندادن اراده خودشون بر اراده خدا غالب بشه، حتی در برابر اراده انسانهایی که بت پرست بودن و مخالف اراده خدا عمل میکردن نیز اونها زانو خم نکردن، همچون شدرک، میشک، ابدنقو که هرگز در برابر بتی که ساخته بودن زانو خم نکردن، حتی هم توی آتیش رفتن اما خداوندشون توی آتیش با اونها بودش، همچون داوود پادشاه در زمان جنگ او با جولیات، زمانی که برادران میستن و او رو مسخره میکنن و او رو سرزنش میکنن، دیگران او رو سرزنش میکنن، اما با توکل خدا تحت اراده خدا چون قدم برمیدارن توی یک جایگاه درستی داوود میسته که برای قوم اسرائیل پیروزی میاره، همچون استر برای نجات قوم خیش جاه و مقام و آنچرا که در دستش بود آبروی خودش رو به کف دست خودش قرار میده و اراده خدا رو انجام میده، و چون اراده خدا رو انجام میده خدا به توسط استر قوم اسرائیل رو نجات میده. در کتاب استر آیه باب 7 آیه 6 استر در برابر سؤالی که خشایارشا با خشم میگه اعلام میکنه، استر این گونه میگه: دشمن همین هامان شریر است. آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه در آمد. وقتی که استر این گونه با اقتدار صحبت میکنه، ما زمانی که اراده خدا رو میخواییم ترس از ما گرفته میشه، چون تمام فکر شما اراده خداست. وقتی به اراده خدا نگاه میکنی به قوت خدا نگاه میکنی، به محبت خدا نگاه میکنی، دیگه به رحمت خدا نگاه میکنی، دیگه به عدالت خدا نگاه میکنی، دیگه به حکمت، به عشق، به تمام خوبی های خدا نگاه میکنی و این کمک تو میکنه، به تو اقتدار میده که تو نترسی. ما ایمان داریم وقتی که اعلام میکنیم الله بت هست و باعث بیبرکتی کشور عزیز ما ایران شده، ذره ای نمیترسیم، هرچند تهدیدها بشیم ذره ای نخواهیم ترسید، میستیم، چرا که میدانیم جایی داریم میزنیم که ریشه بدی ها هست و خدا نیز حامی ما خواهد بود و ما رو حمایت میکنه و هرگز ما رو تنها نخواهد گذاشت. شیطان به خوبی میدونه نوع لباس های ما، مهمانی های ما، ترانه های ما، رفتار ما زمانی دلیل آسیب به ما خواهند شد که ما از اراده خدا دور میشیم و خدای حقیقی رو نمیشناسیم. یعنی به دنبال هر چی گفتن خدا هست میریم و اونجا هستش که ما به نوعی تعلیم گرفتیم که به راحتی بدیها بر ما غالب خواهد شد، که در اون موقعیت آسیب بسیاری خواهیم خورد، چرا که حتی به همون چیزی که اعلام میکنیم ما این ایمان و این باور رو نداریم. میگیم در نام عیسی مسیح هر چی بخوایم به ما داده میشه، دو نفر با هم متحد بشن هر چی بخوان داده میشه. به چرا میترسی؟ به چرا نگران هستی؟ مگه اراده خدا رو نمیخوای؟ مگه یاد نگرفتیم اراده تو رو میخوایم خداوند؟ چرا نگران هستیم؟ چرا با ترس به حضور خدا میریم؟ چرا با اقتدار آنچه را که فکر میکنیم برای ما خوب هست رو نمیخواییم؟ حتی اگر اشتباه و گناهی هم کردیم، من کلام خداوند نمیگه وقتی در حضور خداوند زانو میزنیم و توبه میکنیم خدا ما رو میبخشه. اگر من اراده خدا رو رحمت خدا میدونم، چه لزومی داره با سرزنش در حضور خدا برم؟ یک بار میگم خداوند با خون عیسی مسیح گناه منو ببخش، من اشتباه کردم، تمام، اجازه نده فکر سرزنش بر تو باشه، چون خداوند روی صلیب من و تو رو آزاد کرده. این کار شریره که مدام ما خودمون رو گناهکار بدونیم، چون از این سرزنش استفاده میکنه تا به ما آسیب بزنه، به ایمان ما آسیب بزنه، تا درک درست از اراده خدا در حضور او که هستیم نداشته باشیم و خوب درک نکنیم که خداوند برای ما چه چیزی که میتونه خوب باشه رو میخواد. و وقتی هم تعلیم میدیم اون موقع تعلیممون هم خیلی صفر نخواهد بود، فکر میکنیم که حالا 10 دفعه گفتیم اراده تو رو میخوایم، وضعیتمون هم انگار بدتر شد، حالا چه تعلیم بدم؟ تعلیمم هم همش مواظب هستم چگونه تعلیم بدم، اون اقتدار رو توی تعلیمم نخواهم داشت.
گروهی 4 استاد دانشگاه هواپیماسازی رو به یک سفری دعوت میکنم. وقتی سوار هواپیما میشن 4 نفر متوجه میشن خبرنگارایی هم توی هواپیما هستن و بعد میان میگن این هواپیما رو خواستیم شما رو سورپرایز کنیم، دانشجوهای خودتون ساختن. از این 4 تا استاد 3 تاشون بلند میشن میگن نه ما سوار این هواپیما نمیشیم، این هواپیما سقوط میکنه و بالاخره شلوغش میکنن. اما یکیشون خیلی راحت نشسته بوده. یکی از خبرنگارا میاد میگه شما پس خیلی مطمئن هستی که این هواپیما هواپیمای خوبی میتونه باشه؟ میگه آره من واقعا اینقدر اطمینان دارم که این هواپیما اصلا بلند نمیشه، چه به سقوط کنه. اگر قلب من و شما این ایمان و این باور رو نداره در حضور خدا رفتن و اراده خدا رو خواستن، این یک واهمه و یک ترس برای من میاره که مبادا اراده خدا برای من چیز خیلی بدی باشه.